جان ما، پاینده باد خاک ایران 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 ما، آقای آیت الله خامنه ای در هفته ای که گذشت گفتند کشور شما و ملت شما در یک پیچ خطرناک تاریخی در حال حرکته. 30 سال ما داریم این پیچ رو طی میکنیم. به نقاط خطرناک، خطرخیز رسیدیم، از اون عبور کردیم. لکن تمام نشده. لکن راننده این ماشینی که 30 سال تو پیچ خطرناک ملت رو اینور اونور میزنه شمایید؟ 30 سال نتونستین از این پیچ‌های خطرناک عبور کنید؟ چرا؟ مرد حسابی، چرا مثلا وقتی میتونستی از جاده چالوس بری، از حراز داری میری، این چه راهی بود انتخاب کردی همش پیچ خطرناک بود؟ بعد شما تصدیق داری؟ من که فکر نمی‌کنم شما تصدیق داشته باشی. هرچی عکس ما دیدیم شما نشستی یکی دیگه داره رانندگی می‌کنه. سامان نشون بده عکس رو. اینها مثلا این قدیمیه. آقا اگه تصدیق نداری بگو نیافتیم تو دره وقتی. بعد اگه خسته شدی قربونت بزن کنار یکی دیگه بشینه. خب شاید خوابت میاد خسته شدی، بزن کنار یکی دیگه بشینه. این سامان هم حتی رانندگی بلده. خلاصه سرنوشتمون این نشه وقتی. خب از این که بگذریم میرسیم به سرنوشت حسین درخشان که به 19 سال و نیم زندان محکوم شد. من نمیدونم این نیمش دیگه چیه. حسین رو همه میشناسیم، داستان پرپیچ و خم و مرموزی داشت و از اولین کسانی بود که وبلاگ فارسی نوشت. عده‌ای بهش میگفتند پدر وبلاگ نویسی ایران. اولت خود رو؟ بله. من دوست داری؟ بله. فرق کردی بچه این تربیت رو خب ببینم حسین، بزنم هم بشنم قد تو بشم. ببینم اسم چیه؟ حسین. از این بری باشی بینم حسین جون؟ بله. حسین جون فامیلی چیه؟ درخشان. درخشان؟ درخشان. آره آره درخشان. درخشان یعنی چی؟ یعنی نورانی. واری کلا حسین جون. خب به مناسبت حکمی که برای آقای درخشان صادر شد ما از کارشناس فوق ارشد پارازیتیمون که جدیدن استخدام کردیم دعوت کردیم که مستقیم از تهران با ما باشند و مسائل رو برای ما روشن کنند. آقای کارشناس مسائل پارازیتی، من سلام عرض میکنم به شما. بله آقا، جریان حسین درخشان چجوری شد آخرش؟ آقای رحیم مشایی بهش گفت بیا، بعد که اومد گرفتنش، حالا هم 19 سال و نیم زندان بریدن براش. جریان چیه؟ اتفاقا یکی از افتخارات این دولت همین اینه که به همه میگه بیا، یعنی بیا، در صورتی که دولت‌های قبلی به همه میگفتن نیا، یا اونی هم که بود میگفتن جمع کن برو، که این خودش از توفیقات و برکات مدیریت آقا امام زمان بر این دولته. آقای شمقدری هم چند وقت پیش به گلشیفته فرهانی گفت، یعنی همین امروز که الان حالا شبه، ولی گفت همین امروز بیا اگه جرأتشو داری. آقای مشایی هم یه اخلاق خیلی خوبی داره، اونم این که ایشون همینجوری کلن به همه میگه بیا، ول کنی میخواد بره به ابوالحسن بنی صدرم، یعنی پا میشه میره میگه یه چادر سرت کن پاشو بیا. ما البته استقبال میکنیم، ما به همه علاقمندیم، ترسی هم از دندان گرگ نداریم، از کاری نداره، شما خودت هم پاشو بیا و شما خودت پاشو، اصلا هر وقت دلت خواهد عشقت کشید پاشو بیا. بنده به همین زرقامی هم میگم پا
5 تا پارازیت بهت بده، پرملات بری حالشو ببری تا صبح، یعنی اون گوشه. اینی هم که در مورد 19.5 حسین درخشان شما میفرمایید، ایشون در طول دوران دادرسی و بازجویی یک غلطی کرد، یعنی داشت، و اون غلطه شد که یعنی این شد 19.5. حالا 19.5 گرفته ایشون بده، اینجا ملت دارن تو سر خودشون میزنن یه حرف بگیرن به تک ماده کنن برن بالا. این 19.5 گرفته، حالا شما سر، حالا مشکلی نیست، شما بیا، خود شما بیا، من با بچهای قوه قضاییه صحبت میکنم، میگم بهت بدن 20. خوبه؟ 20. مرسی، خیلی ممنون، نظر لطفتونه. ضمن شما های حسینی نگفتی آخرش تشریف میارید یا نه؟ بنده میگم بیا، یعنی تازگی ها ببین خیلی حرف میزنی ها، میگم بیا، اگرم خودت نمیای این سامان اربابی رو بفرست بیاد به نمایندگی از خودت، من جور میکنم اینا با زرهامی بگیرم بشینن راجع به اون جریان 5 تا پارازیت و فلان و شب و اون جریانات و اینا بشینن با هم صحبت کنن. خب تشکر میکنیم از کارشناس فوق ارشد پارازیتیمون مستقیم از تهران، خیلی ممنون آقا، لطف کردید، بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی. و اینکه اینو ببینیم، این اولین و تنها تلویزیون تمام ترانزیستوری در ایران است، این تلویزیون شهاب پارازیت. تلویزیون تمام ترانزیستوری شهاب پارازیت با تصویر و صدای فوری با یک چهارم مصرف برق تلویزیون های معمولی، با تلویزیون شهاب پارازیت تصویر را روشن‌تر، صاف‌تر و بهتر می‌بینید و صدا را صاف‌تر، قوی‌تر و عالی‌تر می‌شنوید. تلویزیون شهاب پارازیت در انواع مدل های مختلف، تلویزیون شهاب پارازیت اولین و تنها تلویزیون تمام ترانزیستوری در ایران. پارازیت امشب روی صندلی پارازیتی ما شیرین نشاط نشسته، خانم نشاط برنده جایزه شیر طلایی ونیز در سال 2000 و برنده تندیس شیر نقره‌ای همین جشنواره به عنوان بهترین کارگردان در سال 2010 شدند. خب خانم نشاط، ما اگر بخوایم شما رو به تماشاگرای برنامه پارازیت معرفی بکنیم، باید بگیم که شما دقیقاً چه جور هنرمندی هستین؟ والا میتونم بگم که هنر برای من یه حالت اعتیاده، یک حالتی فرار از زندگی روزمره، یک حالتی به من اجازه میده که زندگی معمولی رو قبول کنم و من آدم فوق‌العاده عصبی هستم، تو خودم خیلی شک دارم، همچین اعتماد به نفسم زیاد ندارم، ولی کار هنری که میکنم یه حالتی احساس راحتی و امنیت و خوبی و خوشحالی میکنم و من محصی که کار نمیکنم یا بین پروژه هستم خیلی آدم عجیب غریب و ناراحتی هستم، بنابراین هنر برای من یک حالتی نجات از زندگی معمولی. شما فکر میکنید که هنرمند ایرانی باید حتما سیاسی باشه؟ الان؟ ابدا. در حال حاضر؟ نبایستی سیاسی بشه، ولی حقا اگه شما الان فکر بکنی آیا میشه شما به عنوان نمونه اسم یک هنرمند، حالا یه فیلمساز باشه یا نقاش باشه یا موزیسین باشه یا نویسنده باشه که یک حالتی کارشون با این مسائل سیاستی که مسئله اجتماعی سیاسی ایران روبرو نشه؟ یعنی زندگی ما یک طوری با مسئله سیاست تقاطع پیدا کرده که نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. خب بس من همینه، یعنی که وقتی که نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، پس یعنی همه هنرمندان از نظر شما سیاسی باید باشن یا هستن؟ 100%. این موقعیت به خصوص برای ماها ایرانی ها، ولی شما اگر یک آرتست امریکایی باشین یا اروپایی باشین، این مسئله انتخاب هنرمنده که آیا میخواد نزدیک بشه به مسائل سیاسی یا نه، ولی برای ما تغییرات سیاسی که اتفاق میفته هر روز روی زندگی ما مستقیما اثر میذاره. پس این باور شماست، ببخشید، این باور شماست که هنرمند ایرانی چاره‌ای جز سیاسی بودن ندارد؟ 100%. اگه بخواید به یک هنرمند و یا یک اثر هنری
که متولد شد به خاطر جنبش سب